درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و تندرست باشید. در این برنامه درباره جدال یا کشمکش در داستان سخن گفته می شود. جدال یا کشمکش هم یکی از عناصر داستان هست که درکیان و شناختیان برای داستان نویس و برای منتقد داستان مهم هست. ما در جدال و کشمکش اول میپردازیم به جدال و گری افغانی. من درباره گری افغانی صحبت کردم. در واقع امر جدال چی است؟ با امان گری افغانی آغاز می شود. گری افغانی است که جدال را با وجود می آورد و جدال است که گری افغانی را با پیش می برد. یعنی گری افغانی یک حادثه ناگهانی و نخستین و میوری داستان هست که جدال موجب جدال در داستان می شود و جدال هایی هست و کشمکش هایی که با وجود می آید گری افغانی را به طرف اوج بوران و پیش می برد. خب ما در داستان جدال عمومی در داستان داریم، یعنی وقتی یک داستان نوشته می شود طبعا به ماجراهای ارتباط می گیرد. مثلا ممکن این جدال جدال عمومی داستان یک جدال سیاسی باشد، یا جدال عمومی داستان یک جدال فرهنگی باشد، یا جدال عمومی داستان یک جدال تقدیر گرایانه باشد. مثلا چی؟ مثلا در داستان سیزیف انسان با چی جدال داستان، جدال عمومی داستان چی است؟ جدال عمومی داستان درگیری انسان با سرنوشت و تقدیرش هست و طوری در اینجا جدال عمومی داستان مطرح میشه که سرنوشت انسان دوچار چیست؟ تقدیرگرایی و جبرگرایی است، زیرا انسان نمیتواند وضعیت عمومی سرنوشت خود را تغییر بدهد و تغییر بدهد و سرانجام انسان با امان سرنوشتی که در طبیعت داره شکست خواهد خورد. این جدال عمومی است. یا مثلا در داستانهای طبیعتگرایی ممکن جدال بین انسان و طبیعت انسان باشه، جدال بین انسان و مرگ انسان باشه. اینا موضوع عمومی داستان هست که جدال داستان را شکل میدهند و کشمکش را در کلیت داستان میسازند. و بعد جدال شخصیت ها را داریم در داستان، که امین جدال شخصیت ها چی ارتباط داره؟ با جدال عمومی ارتباط داره، اما این جدال عمومی را به صورت ملموستر و اجرایی تر و حادثه میورتری آن نشان میده. مثلا چی؟ مثلا شخصیتی هست که در اینجا شخصیت میوری داستان در پی چی است؟ در پی این است که خیر را گسترش بده یا خوبی را گسترش بده، اما با چی روبرو میشه؟ با نیروهای شریر و بد روبرو میشه، که در اینجا بین شخصیت ها اتفاق، بین شخصیت ها درگیری کشمکش و جدال صورت میگیره. مثلا دزدان میخواهند به جای عمله کنند و پلیس میخواهد در برابر این دزدان چی کند؟ در برابر این دوستان مقاومت کند، امنیت جامعه را تامین کند. اینجا از جدال، امین جدال عمومی خود را به صورت عینی و مصداقی نشان میدهد. یا مثلا در یک داستان اگر بیشتر جدال با سرنوشت یا تقدیر را بررسی بکنیم، مثلا نخستین داستان حماسی بشر، حماسه گیلگمش. گیلگمش با چی؟ با این در جدال هست که بر مرگ فائق آید، بر مرگ فائق آید و کوشش میکند و در این موضوع جدال عمومی داستان انسان و مرگ است، رو در روی انسان با مرگش است، با سرنوشت عمومیش است که به مرگ می انجام. و گلگمش قهرمان داستان برای این که برود بر مرگ چیره شود، اینجا به یک سری جدال های مصداقی تر و عینی تری روبرو می شود که
با مار برمیخورد، با انکیدیو برمیخورد، با یکی از نیاکان خود برمیخورد و با دریاها و چیزهایی برمیخورد که بگونهی در مقابل کی است؟ در مقابل گیلگمش هست که مانعی برای گیلگمش ایجاد شد. گیلگمش از عمد حبور میکند و اینجا یک درگیری حالا بین گیلگمش و شخصیت ها یا کرکتر های شریر رخ میدید و این جدال عمومی داستان که گیلگمش انسان و مرگش هست مصداق پذیرتر میشه. اما سرانجام گیلگمش در برابر مرگ شکست میخوره و میمور. و جدال با چی ارتباط داره؟ با عمله و ضد عمله ارتباط داره. یعنی وضعیت معمول هست و خیری وجود دارد، آدم نیکی هست، اما یک عملهی به ایش صورت میگیرد. اینجا این شخصیت نیک یا شخصیت میوری داستان ضد عمله را انجام میدید که از گسترش این عمله جلوگیری کرده باشد. بناهن جدال به عمله و ضد عمله به پیش میرود. ما این عمله و ضد عمله را که بیشتر عملهی میتواند عمله نخستین که امان موجب گیری افغانی شود، بیشتر چی در داستان های سنتی از نماینده شر است، یک امر شرعی است. ضدی عمله از طرف کسی صورت میگیرد که خیر است، امان قهرمان داستان است و این عمله و ضدی عمله معمولا به پیش میرود. امان به صورت چی را نماد سازی میکند؟ خیر و شر، تقابلی از نیکی و بدی هست در داستانهای سنتی. اما در داستانهای مدرن الله ما این تقابل خیر و شر عمله و ضد عمله را نداریم. می تواند هر دو طرف الله شر باشد یا هر دو طرف خیر باشد، یا اصلا به گفته نیچه امون بحث فراسوی نیکوبت را مطرح کن. یعنی نیکوبتی در میان نیست، اما ماجرا و عمله ضد عمله در میان هست که کلن جدال چی را تشکیل میده؟ جدال را در داستان تشکیل میده و عرض کردم که این جدال در واقعیت هم به امان گری افغانی یا آدیسه ناآگاهانی نخستینی داستان ارتباط میگیرد و موجب جدال میشود و جدال این گری افغانی را به طرف اوج داستان یا اوج اوادیسی داستان یا اوج بحران اوادیسی داستان به پیش میبرد. با درود.